توی اون دفترداریش دستکش همه دست شیعه مال ایران سپاه پاسداران نفوذ دارن. شاید خودش نمیدونه پیرمرده، ولی ما تحقیقاتی که کردیم دیدیم اون آپاراتچیش با جمهوری اسلامی کار میکرده. تلفنی هم که رولا زن زده بوده اونجا، گفتم بله بله تایید کرده بودم. بعد گفتن هم زیارت یار، هم دیدن یار، هم زیارت شابدالعظیم، یعنی هم بری اونجا پولا رو بگیری هم پدرتو ملاقات بکنی، چون پدرش دو سه بار بازی خورد از این وزارت اطلاعات. بله قرار بود پدرش اول گول خورد، گفت بیا عراق هم دیگر بریم فلان، پاسدار رفتن بهش گول زدن، همینطور که موقع اعدام گول زدن. من خودم ببینید بازم اینجا باید یکی از دوستای اسرائیلی ما نشستی ما هم صحبت کردیم، گفت فلونی طبق اطلاعاتی که اینجوری هست فلان، خب ما چون تبادل اطلاعات بدون رئیسی بگیم، سازمان‌های سیاسی یک بخشی دارن که با بقیه چیزا همکاری اطلاعاتی دارن، فرق نمیکنه آلمان، آمریکا، اسرائیل. ما دیدیم یه اطلاعات خیلی قشنگی اومد دست ما، نشستیم صحبت کردیم، یکی از اون دوستای ما هم اسرائیلی بود که حالا من کار ندارم با موساد کجا کار میکنه اینا، یکی این کسی که اون موقع من از تلویزیونم اعلام کردم، اون کسی که با برای روح لازم خبر میداد، من گفتم آقای روح لازم دیگه نخنما شده نکن این کار. اون کسی که به اطلاع میده پاسدار احمدی و پاسدار فلونی هست که عکسش در فلونجا هست با قاسم سلیمانی، ایشون به شما اطلاعات میده. دو هفته بعد از این اون چیزه دیگه اینو خراب، اون لو بود که یارو اومد گفت رولا برو اینو بگو، یا برای امیدوارا گفتم برو اینو بگو که شبیه کوروش این از فیلمش هست که اومد بیرون لوش داد، یعنی واری سوخته شدن. اونو ما قبلا تو تلویزیون که من با ایران یه صحبت میکردم اعلام کرده بودم. روح الله زمان دیگه فهمید چی شد، خودش فیلم دیگه فهمید موره سوخته شده، چون اینکه شاهزاده جلوی زنش رژه میره و این حرفا چرت و پرتایی که زده بود و اینا. بعد اون معذرت خواهی گفتیم آقا تو حتی اون آدرسه که بهت میدن که مردم بفرون اونجا اینا رو اطلاعات میدن مردم دستگیر نکنین کار، تو رو بردن توی شیارهای دیگه. بعد دیگه دیر شده بود، فهمیده بود ولی دیر فهمیده بود. و اون جریان پول هم خب گول خورد، چون ادمینای خودش اینور اونور استرالیا جای دیگه به ما گزارش میدادن که خب برای ما تمام یارو که بود با گاری رفت بود ایران، پرچم برده بود، یعنی در تو ترکیه که شما اسمش رو آوردی حیات خلوت جمهوری اسلامیه، چه جوری اون مسعود چیزو کشتن مولوی و اونیکی و اینیکی، ولی چهار نفر دیگه اونجا دارن آشکارا حرف میزنن، اینا رو کارم ندارن. همون طبق گفته شما که آقای شاهین خان گفتید که تو ترکیه ور ور چه جوری میشه اونجا که تو حیات خلوته، دو سه نفر هستن اونجا خیلی گرد و خاک میکنن، جمهوری اسلامی نمیتونه سالها پیش شما رو اونجا این براتون کنه، چجوری اون یارو رو اومدن زن کشتن. اون شما اسم فخرآور آوردید که خواهرش به من فحاشی میکردن، اون آقا رو که کشتن فامیلش میشد، ببین باجناقش میشد، چون کریمیان بود که من میگم به شوهر خواهرش میشد که در ترکیه کشتن. بله که اومدن به من فحاشی کردن، چون من سری اسناد چیز کردم. ببینید من رد یکی رو گرفتم، ایشون در عراق بود، باش مصاحبه کردم، لهجه از این ایرانی عراقی صحبت میکنن، من در زندان بودم اینجوری بودم. ایشون اسنادی که اومد بیرون اصلا شوک شد، چون ضبط کردم نشون دادم، هنوزم دارم مدارکشو. این آقا برگشت گفت من خودم زنی عراقی بود تو ایران زمانی که اومد، زنش هم ایرانی بود، ایشون تو زندان بود. گفت مگه میشه آقای جعفرزاده من خودم تو زندان بودم، این میومد با باتیبی اینا گیسا بلند مست با گیتار آدم بیاد تو اوین. منظورتون کیه؟ منظورتون این دو نفر رو میگفت، سه نفر بودن ولی خود دو نفر اسم برد و گفت اسمش چی همیشون گفتید این یارو، یکیش باتیبی بود یکیش هم همین فخرآور. چون من بهش گفته بودم بشین سر جات شلوغ نکن، ای شاهزاده هواپیماش نشسته مزاحم ماست تو فرودگاه نمیذاره ما بپریم، انگار مثلا F-16 واسه این مسافر. ما چند بار بهش هشدار دادیم این جدی نگرفت، گفت حالا اینطوری کار باید میکنیم که بخوری زنی دیگه بلند نشی. این مسئله مثلا بعد تیم کار تیمی ما رو دست کم گرفت. بعد اون رفتیم عراقی رو پیدا کردیم که ماتمون، خودش اصلا اومد از ما پرسیدن که آقا تو هر چه بخوای بهت میدیم، تو چجوری خود وزارت اطلاعات فکر میکرد این یارو مرده در حالی که تو عراق پنهان بود، هم سلولی خود فخرآور. من تمام اطلاعاتی که علی این اومد بیرون از اونجا اومد در واقع، و من با اون طرف مصاحبه کردم. بعد گفت منو ببرید از اینجا بیرون، میخوام برم اروپا، که من زنگ زدم به آقای علی جوانمردی تو اون بخش چون کردنشین عراق بود،
یه خونه خیلی قشنگی هم آقای چیز بارزانی بهشون داده، بخش چیز اینا. گفت باشه من از اونجا که برگردم میام هفته بعد این جریاناتی که دیگه ادامه داشت. اینه که این اینا رو که میگه، مثلا من اصلا دنبال این خبر رو تو ترکیه چی میگه فلان خیلی هم میگم، این جریانه که 27 میلیون دلاری هم که خواستن چک به من بدن در دبی که سندش ایمیل به من فرستادن که اصلا واریز میکنیم برات، گفتم خب واریز نه بیون. این تازه یکیشه، اینقدر میتونم اسم ببرم که جریانات چیه. خب ولی من با همین حرفو بازم میایم سر یه نقطه، این فرزندان کوروش، یعنی هم یهودیان اصلا مثل میگم هم یه آقا زرتشتیان یهودیان اصلا برام فرق نمیکنه، باشون ایرانی هستیم، فرزند کوروشی. این فرصت طلایی رو اگه از دست بدیم، به قول شما الان چین میاد اینه کی میدونه، یه عده هستن میخوان دیگه اسرائیل نتونه بیاد بالا، به ایران سوگند شکلیه، یه عده نمیخوان بزنن بره پایین، چون وقتی یکی بره پایین مثل انگلیس ابرقدرت دنیا بود، وقتی رفت دیگه رفت، امریکایی شده ابرقدرت دنیا. حالا خود از کجا معلوم؟ من به بعضی از این امریکایی گفتم چرا یک ذره شک نمی کنید که چون انگلیسی یه سیاستی دارن، میگن ما نه دوست دائم داریم نه دشمن دائم، یعنی این دوست آمریکا میتونه بلافاصله دشمن انگلیسی هم بشه. این از کجا شروع شد؟ از توی چین، دو تا جزیره بود که انگلیس بخشید به چینی ها، بخشیدشون دیگه. خب رو چون مفت انگلیس کسی چیز به کسی چیزی نمیده، هیچ وقت تو اتحادیه اروپا هم توزی نمیده، بخاطر سن نارسشی دعوا داشتن، بعد اینا دو تا جزیره رو بدن به چینی ها. از اونجا من شک کردم، گفتم به ایران سوگند این طرحای این چیز و فلان و این نمیدونم کرونا و پرای حرفا، اینا یه چیز سیاسی که همین کرونا علی ترامپ شد، علی فلان خیلی چیز شد، علی اتحادیه اروپا شد، به نفع انگلیس هم دارن این میشه به ظاهر حالا چیز میکنن. ولی امریکایا آقا این شاید هنوز کینش تو دلشون باشه، رفتن کانادا رو گرفتن، کانادا هم که جنگلی بود از دولتی ایران آباد شد، هر چی ثروت من این آقازاده که فرام میکنن میرن کانادا دیگه، کانادا هم در واقع همون انگلیس دوم، فرق نمیکنه مراکش انگلیسه. میگم به اینا گفتن شما از کجا میدونید که این، من همینطوری که مثلا شانسی سه تا از یهودیای نمیدونستم اینا گردن کلفتن، داشتیم میرفتیم یه جایی یه هتل جشنی بود، بعد دیدم دو سه نفر اومدن، یکیشون مسن‌تر بود دوشون جوان‌تر، انگلیسی که با هم صحبت کردم، بعد منم بهشون گفتم روش شلنا شبات شلون اینا، گفت از کجا میدونی من یهودیم؟ گفتم ببینید انگلیسی لهجه داره، آلمانی هم لهجه داره، انگلیسی آمریکایی، انگلیسی لندنی، انگلیسی شما، انگلیسی اسرائیلی من میدونم چی جوریه، شما از اسرائیل میدونید. بعد صحبت کردیم، گفتم این هتل مثلا اینجا جشن داره، رئیسش لئوناردو، هتل لئوناردو، یکی بود الان 15 تا 20 تا زنجیره است. گفتم خب خوبه، شما تو آلمان دارید پول به دست میارید. بذار اینجوری بگم، اون کسی که وارد تو اسرائیل یهودی وارد پخته باشه میدونه که انگلیس دشمن یهودی هست. چرا؟ شما برید تحقیق بکنید شیمبت چجوری به وجود اومد، همون گروه پارتیزانی یهودی ها که الان شده اطلاعات امنیت چیز داخله شیمبت.